ما در یک انقلاب به یک همبستگی ملی نیاز داریم نه همبستگی سیاسی این دوتا با هم فرق دارن در همبستگی سیاسی به خاطر تلاش گروه ها برای به دست آوردن قدرت و منافع شخصی و منافع گروهی خودشون منجر به ناپایداری و بی‌ثباتی در یک همبستگی سیاسی در یک انقلاب میشه ولی در همبستگی ملی منافع عمومی که همون اصولها و ارزش در نظر گرفته میشه مانند وفاداری به کشور هویت مشترک مسئولیت مشترک روحیه همکاری و حس دستی به هدف مشترک که اینها نه تنها باعث پیشرفت و پایداری در انقلاب میشه بلکه در فردای فروپاشی هم باعث پایداری و پیشرفت جامعه میشه که البته این همبستگی ملی نیاز به یک نهاد داره نیاز به یک نهاد همبستگی داره که جلوتر بهش میپردازیم ولی در اولویت اول تمام سازمانهای سیاسی باید سازماندهی بشن تشکلات سیاسی تشکیل بشن حالا از هر جریانی که میخواد باشه و با همدیگه همکاری کنن درسته میدونم من گفتم همبستگی سیاسی باعث ناپایداری یک انقلاب میشه دقیقا همینطور همبستگی سیاسی به تنهایی موثر نیست باید یک همبستگی ملی بین این جریانهای سیاسی شکل بگیره که مستلزم وجود یک نهاد همبستگیه که کار این نهاد همبستگی اینه که زمانی که یکی از این گروه های سیاسی شروع به حرکت به سمت منافع شخصی و گروهی خودش میکنه به دفاع از ملت ایران بلند شه از حق شهروندی و ملت ایران در انقلاب دفاع کنه میتونه در فردای انقلابم تأثیر باشه در نبود و خلع دولت در جامعه میتونه اون شکل موقت همبستگی رو بین گروه های سیاسی ایجاد کنه به خاطر دفاع از منافع مردم ایران و نظر زمانی که یک کدوم از این گروه های سیاسی بخواد سوء استفاده کنه از خلع دولت بخواد تفکرات گروه خودش رو به مردم جامعه تحمیل کنه به عنوان یک نهاد از ملت خودش دفاع کنه پس ما به این نهاد همبستگی نیاز داریم تا بتونه همبستگی ملی رو بین جریان های سیاسی ایجاد کنه چه در الان انقلاب چه در فردای فروپاشی که این نهاد همبستگی میشه همون چتر ملیگرایی همون چتر ایران دوستی تمام جریان های سیاسی مشروط خواه جمهوری خواه شورای چپی هر چی که اصلا اینا باید سازماندهی بشن و با داشتن سیاست های حزبی خودشون با همدیگه همکاری کنن حول نهاد همبستگی کیه که از همبستگی ملی بدش بیاد این نهاد همبستگی نباید طرفدار جریان سیاسی خاصی باشه بعد فراحزبی باشه ما داریم میبینیم شاهزاده سالهاست که طرفدار جریان سیاسی خاصی نیست فقط طرفدار ملت ایران حالا طرف میخواد چپ باشه یا راست باشه ایشون به با عنوان یک نهاد همبستگی تمام جریان های سیاسی باید همبستگی سیاسی خودشونو حول محوریت ایشون تشکیل بدن که دیدین تا امروز با رعایت نکردن این موضوع کجای انقلاب ما وایسادیم